سلام برابکس، من دنی سعادتی ام. اینجا بلایند دیت استانبول. لازم بهتون توضیح بدم که این یه بازیه و حالا قوانین این بازی چجوریه. یه دختر پسری که تا حالا همدیگر رو ندیدن باید با همدیگه دیت کنن، ولی بینشون یه دیواره و تا آخر این برنامه همدیگر رو نمیبینن و من یه سری سوال ازشون میپرسم و بچه‌ها با همدیگه صحبت میکنن و آخر بازی دیوار از بینشون برداشته میشه و باید ببینیم از همدیگه خوششون میاد یا نه. بریم که مهمونامون رو بهتون معرفی کنم. بچه ها چطورین؟ مرسی، خوبی؟ شما چطورین؟ مرسی، عالی، خوش اومدین به این برنامه. دوستان اول خودتون یه معرفی بکنید ولی سنتون رو نگیم و کلن هم چون خانم ها مقدم ترن ما هم رضا همه چیو سوالا رو همه رو اول با ایشون شروع میکنیم. به نفهمه. خب هستی هستم، ساکن استانبول، دانشجوی پزشکی. دانشجوی پزشکی. چی کار میکنی به جز درس؟ شغلی هم داری؟ یعنی کارم میکنی یا نه؟ نه به اون صورت، ولی خب مدل فیس مدل. شما چی؟ منم الان حدودا 22 سالمه. چند زد که گفت؟ نه داره شوخی میکنه. نه سن رو نباید بگی. هم جدی گفتی؟ نه شوخی کردم، به نظرت من 22 سالمه. من گفتم اصلا چی بود؟ اسمشو نگفت. استانبول زندگی میکنم. من اینکه دانشجو هم هستم. اسکی رفت. چی میخونی؟ یعنی چی اسکی رفت؟ دیگه منم دانشجو هم خود. بچه ها آروم باشید. آره منم سینما میخونم و حرفه کاری چی؟ حرفه کاری هم من رپرم. رپر. متولد چه ماهی هستی؟ فروردین. چه روزی؟ یک فروردین. روز عید. بله. شما چی؟ من 30 شهریورم. 30 شهریور. فرداش باید بریم مدرسه. برونگرایی یا درونگرا؟ میانه. یعنی میانگرایی؟ تو چی معمره؟ من خیلی درونگرا. جدی؟ خیلی درونگرا. بچه‌ها میخوام بدونم که چه خواسته ای از رابطتون دارین؟ از یه رابطه چی میخوای؟ میگن که اول شما بگی. اول من بگم؟ آره. خانوما مقدم تر بودن، سوال سخت هم من اول نمیدونم چرا داد به شما این قسمت رو. حمایتگر بودن خیلی مهمه که هم دیگر رو حمایت بتونم بکنم، با هم دیگه قدم بردارن تو زندگی، یعنی یه هدفی داشته باشم با هم دیگه، به هدفهای هم دیگه کمک کنم، با هم رشد کنم. شما چی؟ آرامش و اینکه جنگ اعصاب دوست ندارم کلا. شبشه کم توقعی از اینجا افتنتون. اینجا به بچه ها گفتیم که برای همدیگه غذا سفارش بدن، بریم ببینیم نظرشون راجع به غذاهای همدیگه چیه. خب بچه ها اولین چیز میخوام بدونم که از بوی غذاتون حدس میزنین که چی باشه. بو ند بشنگ بگشید بالا. کجاست خورم توی چی محمد؟ همونجا آره، یه کچی به جلو. آره من هم هیچ بوی نمیرم ولی خیلی گشتم، هر جد باز کنم بخوریم دیگه. هیچ بوی نمیرم. تو سیر میده. میتونین چشم انداز رو بچه ها بردارید؟ نه بابا بردار کام. های دوتاییتون برای هم دیگه پاستا سفارش دارین. پشمام محمد رضا پاستا با کولا دوست داره، هستی پاستا با شراب. من فکر کنم بعد برنامه یه اسهال در راه داری ولی با پاستا و شراب خامه و اینا. ایشون رپر نونه ای من؟ نه من محمد رضا نشنیدم. اون خودشو نشون نمیداد. اون شایع بود دیگه. سختر داره. چه جدا شده. ای آخ جون. از چه غذایی بدتون میاد؟ من هیچی. کشمش تو غذا بدم میاد فقط. تو چی محمد رضا؟ کرفس. کرفس هر چی باشه. کرفس خیلی خوشمزه است. خب اگه یه صبح تا شب با پارتنرتون باشین، خب دوست دارین چه کارهایی انجام بدید؟ استراحت. خب زشته نمیتونم بگم. حالا قسمتش که میتونی او بگم. خب آدم با پارتنرش چیکار میکنه؟ فیلم میبینه. میخوای از صبح شروع کن؟ روم نمیشه. صبح هنر کی درست میکنه؟ پسر. خب از آخر شما از صبح. اولی که من املت میپزم در حد بوندسلیگا. املت هم خیلی صبحونه جور شد. صبحونه جوره. الان صبح تا شب بگم یا شب تا صبح بگم؟ صبح تا شب بگو دیگه. شب تا صبح دیگه. اونو دیگه سانسورش کنید. حتی شب اصلا خواه من آدم ها دیگه.
نه من درس میخونم. شبا من میتونم بنویسم، صبحا نمیتونم اصلا بنویسم. معتاد آقاه. من معتاده بخواه بیدارم شبا. آره دیگه. خب تو دوست داری چیکار کنی یه صبح تا شب و پارک؟ یه صبح تا شب و بگردم. من فقط دوست دارم بگردم. آه من بگم، من شبا خیلی دوست دارم. ایران که بودم اون موقع که مامان بابا میخوابیدن میرفتم دنبال دوستم، بعد تازه میرفتم بیرون. از بابات حتما باید بلاک کنم. خب دوست داری بری بگردی کجاها مثلا؟ برین جای جدید. من مسافرت رو خیلی دوست دارم، البته حالا اینو تو زندگی روزمره در نظر بگیری مسافرت که نمیشه، ولی خب جای جدید چون میره استانبول هم خیلی بزرگه. بعد وقت تازه دوست داری جای عجیب غریب رو کشف کنی دیگه. چه سبک موزیکی دوست داری؟ رپ فارسی. خواننده مورد علاقت؟ کلا همه رپ فارسی رو دوست دارم. آیسان. آیسام. وینا کم دوست. وینا کم دوست. شما چی؟ من که رپ فارسو خیلی دوست دارم. کیو مثلا ترجیح میدی گوش بدی؟ اولین کسی که میاد تو ذهنه؟ مهرات. مهرات به نظر من. آره مهرات خیلی دوست دارم. تو قرار اول چی واسهت کنسله؟ مثلا چی کار بکنه پسر کنسله؟ پرحرفی کنسله دیگه. خیلی مهمه که دیتو کجا دعوت کنه. من واقعا بدم میاد از آدمایی که میگن بریم کافه دیت یا مثلا تو ماشین میچرخیم. دوست نداری؟ نه. ترجیح میدم که خب وقتی من یه دوستی که برام عزیزه رو جای دعوت میکنم، ترجیح میدم یه جای قشنگی دعوتش کنم. به سلیقه شخص مخابه. تا حالا مثلا اتفاق افتاد یکی دیت هم مثلا بگه بریم بچرخیم با ماشین؟ بله. تو چی؟ آقا درد و دل. درد و دل نکنه باهات. بعد من یه فیلمی دارم که همه وقت میبینن همه درد و دلاش همه یادشون میفته، یعنی بدبختیاشون یادشون میفته. باید بشین اینجا توضیح بدم آقا من اینجوریام. من دوست ندارم آقا. خط قرمزتون توی رابطه چیه؟ از آخر بپرسید. در غذا میخوره. میخوای تو بگو. گشنم چیکار کنم؟ خط قرمز ندارم. من مثلا اوکی همه چی تو رابطه؟ مثلا طرف دوست داره کتکت بزنه. آها نه نه. من باید رئیس باشم. بعد دیگه چی؟ دیگه چی خط قرمز؟ مثلا طرف میتونه دوست داره که مثلا با تو باشه هم با دو سه نفر دیگه دوست باشه. دوست داره به من. اوکیه. تو هم همینطوری یعنی تو هم مثلا همونجوری هستی؟ من بخوام نمیتونم. اگه شخص مقابل رو واقعا دوست داشته باشم نمیتونم. ولی خب پسر این کارا رو میکنن دیگه. شما چی؟ خط قرمز چیه تو رابطه؟ خط قرمزم دروغ فکر کنم. بعد وفاداری دیگه. یه آدم چی میخواد از رابطه؟ وفاداری، صادق بودن. بعد اینکه من تو تخت میخوام، تو مبل هیچ وقت نمیخوام. میتونم سنشون حدس بزنم؟ الان میتونی. آره 20. تو هم میخوای حدس بزن؟ 21. خب حالا میخوای تو بگو محمد رضا اینکه چرا یه نفر نباید باهات دوست بشه؟ نباید با من دوست بشه. نباید با من دوست بشه. نباید. مثلا اگه خودت میدونی با یکی مثل خودت بخوای دوست بشی. زیاد اجتماعی نیستم. بعد خیلی زیاد رو کارم هست، یعنی تمرکز زیادم رو کارمه. زیاد وقت، شاید من مدیریت زمانیم بد باشه، شاید نتونم وقتم رو جدا کنم بعضی وقتها، شاید کم بی توجه به نظر برسه. یعنی من خودم از این اخلاقم شاید ناراحت، چون دوستان بیشتر سر همین با از من ناراحت میشن. اینو میگم. تو چی؟ تو چرا نباید یکی باید دوست شه؟ غیر قابل پیش بینی ام. احساساتم خیلی کمه. در دسترس نیستم. نمیشه پیدام کرد. تایپ ظاهری مورد علاقت توی پسر چیه؟ موی کوتاه. بعد چش ابروی مشکی. مثلا قدش بلند باشه، کوتاه باشه. من تا حالا با آدم قد کوتاه دوست نشدم، ولی ترجیح انقدر بود. مهم نیست ظاهر، خیلی برام مهم نیست. دوست داری استایلش چه جوری باشه؟ مثلا کلاسیک باشه، اسپورت باشه، لش باشه؟ هر چی که هست استایلشو درست ست کرده باشه دیگه. خب شما چی؟ شما تایپ ظاهری مورد علاقت چیه؟ تایپ ظاهری مورد علاقم؟ من رو فیس خفنم. چه جوری باشه؟ یه فیس بانمک کیوتنگی باشه. پرنگویسی دوست دارم. مثلا موهاش رنگی باشه. فرق نمیکنه. چشم و ابرو مثلا. این آقا منو دیده فکر کنم اینجا. تیپش چی؟ استایلش چی؟ دوست داری چه جوری باشه؟ بیشتر باز فرق نمیکنه. بازم فرق. فقط فیسش خوب باشه دیگه، هیچ فرق نمیکنه. فقط دخترم. توی ظاهری آدم، یعنی یه پسر که میبینی اولین چیزی که تو ظاهرش جذبت میکنه چیه؟ میخوای یه ذره فکر کن. تو چه چیزی اولین چیزی؟ از آدمایی که میتونم بگم چیا ناراحتم میکنه. بگو. آره. دماغ عملی، پوست سفیدم دوست ندارم. تو چی؟ تو رو چی ظاهری؟ یعنی اولین باری که دخترو میبینی چی جذبت میکنه تو ظاهرش؟
چشاش میتونه باشه. بنظرم مهمترین چشاش چیه؟ نه خوب نگاهش فرق داره اینا با. حالا چه چیزی توی اخلاقش اولین باری که طرفم این چیزی تو اخلاقش جذب میکنه؟ آدمایی که خیلی دقتشون بالا به فکرن، یعنی دقیقاً ریزبینن، خیلی برام جذابن. برای من روح هنری خیلی مهمه. یعنی حس میکنی یه روح هنری میتونه داشته باشه، اون برای من جذابه. اوکی که طرف مثلا دوست جنس مخالف زیاد داشته باشه، یعنی پسری باشه که مثلا دوست دختر زیاد داشته باشه، به من ربطی نداره. این مشکل نداره. اگه رابطه جدی باشه، خود شخص وقتی میره جلو ترجیح میده که تایمشو بیشتر برای تو بذاره. تو چی؟ نمیشه. من غیرتی هم نه اصلا. غیرتی زیاد. کلن کنسله. پس اون هم نمیشه. نظر بشه غیرت چیه؟ خب لازمه یکم. یه مقدارش. غیرتی هم دیگه. دیدگاهت به خیانت چیه؟ یعنی تعریف خیانت واسه تو چیه؟ خب خیانت خیلی میتونه بد باشه تو رابطه. شخص خودت فکر میکنی که کم بودی. ولی خب وقتی که به این باور برسی که مرد همینن، میتونی که باش کنار بیای. یعنی چی مرد همینن؟ هم خیلی آره همش هم همین نیستم. بذار بعد برنامه بگو. خب تو چی؟ تو تعریف از خیانت چیه؟ پشیمونی. یعنی خیانت کنی بعدش پشیمونی میشه 100%. اگه یکی بهت خیانت بکنه تو چه ریاکشنی بهش نشون میدی؟ نوشه جون آدم اوپن مایندیه پس هستی. منم هم میگم تو چی؟ منم میگم بای بای. بابا زندگی هر آدم به خودش مربوطه. حالا من شوهرم نیست که دوست بسهمه دیگه. تو چی؟ تو مثلا چیز میشی دیگه، ناراحت میشی و تموم میکنی باهاش؟ آره 100% تموم میکنم. خب بچه‌ها میخوام تا همین جایی که با هم صحبت کردیم، خب اون کاغذی که کنارتونه یه امتیاز به هم دیگه بدین از 10. مثلا میتونه شخصیت فارسی بنویسم یا انگلیسی بنویسم، هر جور دوست داری. عربی، ترکی. علی خوشت اومد. بس بفهمش اومد. مرسی. من خطم بده. مرسی. میخوام حدس بزنید که طرف مقابلتون چه شکلیه. خب خب ماجیکو گم کردم. اول مثلا رنگ موش. حدس میزنید طرف مقابل الان رنگ موش چه رنگیه؟ بنویسید رنگ رو. رنگ چشم، رنگ پوست، گفت که دیگه تقلب بهت رسون. قد و استایلی که الان پوشیده. از این آدم هنریه دیگه. نمیتونم اینکه رو مو نه نه نمیتونم بگم. یعنی میخوام بدونم که به عشق تو نگاه اول اعتقاد داری؟ بله. داری شما؟ بله. فکر میکنین که چی تو نگاه اول میتونه انقدر جذبت کنه که عاشق طرف شی؟ وایبش مشخصه دیگه. خیلی زیاد از شخصیت آدم ها تو ظاهر و قیافه‌شون مشخص میشه. بعضی آدم ها جذابن دیگه، همه رو جذب میکنن. دقیقا شما چی؟ یعنی حسه مهمه، چون تو نگاه اول که شخصیت رو نمیتونه بخونی. فیس هم که خب چیزی نیست که عاشق فیس بشی، چون چقدر هم خوب باشه بعد یه مدت تکرار میشه، یه باحال نیست. فقط حسه هست که میتونه واقعیت رو بگه. خب الان که یه ذره بیشتر صحبت کردین، دوباره سنش رو چقدر حدس میزنی؟ من باز میگم 21. چقدر میگی تو؟ 24. رفت بالا؟ نه 24 بود، شوخی کردم. کاغذایی که نوشته بودین راجع همون یه نگاه بکنید. رنگ موتو چه رنگی حد زده؟ مشکی. چشم؟ مشکی. بعدیش رنگ پوست بود؟ آره سبزه. سبزه چون میدونست. بعدی؟ 165. قدت؟ بعدی؟ استایلم هم اسپورت. شما؟ بور. چشا قهوه‌ای. رنگ پوست سفید. قهوه یعنی مشکی. رنگ پوست سفید. قد 184. تیپ هم اسپورت داش. خب حالا تو این قسمت میخوام که یه کمی خودتون با همدیگه شروع کنین صحبت کردن. میخوای تو شروع کنی یه سری یه دونه سوال شما بپرس، یه دونه هم هستین فرسه. خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. شما خوبین؟ خدا رو شکر داریم. گفتید دانشجو پزشکی نه؟ بله. کدوم دانشگاه؟ اطلس. خونتون کجاست؟ خونم کجاست؟ دانشگاهتون کجاست؟ آها نشان داشتی؟ آره. و اینکه خونم خب شما شما یعنی سوال بپرس. هیچ سوالی ازش نداری؟ میری دیت مثلا چی میپرسی معمولا از یه پسر؟ خیلی تو بپرس. آره بله حتما.
حالا خوبه ایشون درونگرا بود. آره قضیه برعکس شد. نه درونگرا ولی اجتماعی هستم. آره اجتماعی. اینکه تنهایی رو دوست دارم ولی خب یه جا هم باشم حرف میزنم، صحبت میکنم. غیر از درس خوندن و دانشگاه چیکارا میکنی؟ استراحت. نه دیگه گفت مدلینگ هم میکنه. ایول. اگه نامری بشی یه روز چیکار میکنی؟ بانک میزنی. بانک میزنی؟ آره. ایول. سوال جذابی نمیگی. آدم آنتایی میه. فوق العاده آنتایی من. نه. ببین ببین اگه برم وقتش میرم. نرمم کلا نمیرم. آره. تو خود آدم آنتایی هستی؟ خیلی دوست دارم باشم ولی نمیشه. واقعا آن تایم بودن تو استانبول سخت. آره یعنی من ایران خیلی آن تایم بودم واقعا. استانبول سخت. من بیش فعالم، هیچ وقت آن تایم نه. من خیلی آرومم. یعنی برای کارت برنامه ریزی میکنی؟ آره 100%. نه من خیلی یهویی دوست دارم همه چی. من اولش اونجوری بود، بعد اینکه کارو کمی گرفت دیگه مجبور بودم که یه نظر از دست میدونی، چون قبل اینکه یه کاری بکنی هیچ زوری بالا سرت نیست که حتما انجام بدی، دلی انجام میدی، ولی وقتی توقعی هست دیگه باید آنتایم باشی که بد قول نشی. دوست داری کجا مسافرت بری با پارتنرت؟ من الان خیلی رو مود آنتالیا ام، ولی نه اگه فرصت داشته باشم فکر کنم بالی رو دوست دارم. بالی اندونزی. واسه میرم بچه‌ها ما رو هم ببرید فقط. بریم. بریم جمع کنیم همینو بریم. چشاتون رو ببندین که بریم همدیگر دیگه باید ببینیم. بچه‌ها رسیدیم به قسمت جذابی که این دو نفر همدیگر رو ببینن. 3 2 1 میتونید بردارید. چقدر اجازه. سلام خوب هستین؟ آقا اصلا چیزی که حرف زدم نبود. نبود. آقا نبود. نبود. اون کاغذاتون رو بردارین لطفاً. میخوام که امتیاز بدین به ظاهر و شخصیت هم دیگه ولی به هم نشون ندید. معلوم میشه؟ چلو نوشتم. خب اوکی. من دیگه کلم نوشتم. خب اوکی. دلیلت برای امتیازی که دادی چی بوده؟ راجب صحبت ها بوده بیشتر. راجب ظاهر من کلن ظاهر برام مهم نیست. شما چی دلیلت واسه امتیازی که دادی؟ منم آپگرید کردم دیگه امتیازم رو. آره. از ظاهر آره اضافه کردم نبینه. شما میانگرا نیستی؟ فکر کنم من میانگرا، شما درونگرا تر. نه من درونگرا نیستم، خجالت کشید. آره من نه من درونگرام واقعا، ولی توی جمع سعی میکنم خجالت نکشم، کمی خیر تشریف دارم، کمی حرف دلمو میزنم سریع. بعد کلا آدمی هستی که مثلا توی جمع آدم فانی هستی، میگی میخندی، جدی چجوری؟ من خیلی جدیم، یه حرف فان هم من نمیتونه بشنوی. تو چی؟ کلا فانم ولی جدی شوخی میکنم. آه اونایی که نمیفهمی کی زدی ولی زدت. آره. خب آره حتی چیزایی که دوست ندارم هم همیشه غیر مستقیم میگم، میگم فلانی دیدی فلان کارو میکنه. بگم از اینه که مثلا پسر بعد یک هفته ازت به برزه چی شده، مثلا چرا ناراحتی، چرا قهر؟ نه میگم برو میگم. تو چی؟ تو چی؟ سوالو یه بار دیگه میپرسی؟ اینکه از این آدمایی هستی که مثلا طرف هی بعد ازت بپرسه چی شده، مثلا ناراحتی اتفاقی افتاده؟ آره. خیلی به زور باید حرف دهنم بکشی. نمیگم. مثلا نو حدس بزنی. 24. 24ه به نظر. تو چی؟ 22 بگم. چند سال تو حالا واقعا؟ من نمیدونم. نمیدونی؟ یکی هشتاد متولد 80 میشه 22. خب الان یه هفته دیگه میشم 23. تولدت مبارک. تو چی؟ تو چند سالته؟ من نمیدونم. اطلاعی ندارم. به نظر من اسکی میره خودت باش. به نظر من سن گردش کره زمین به دور خورشیده و چندان مهم نیست. 100%. 21 سالم. 21 سالتونه؟ خوشبختم. همچنین. خب ما یه دروغی گفتیم به تو و من رپر نیستم. هم رپر نیست، هم اسمش محمد رضا نیست، اسمش سیناه و سینا چون ویدیوهای واین میسازه و قاعدتا احتمالا حتما دیدی ویدیوهاشو، ما دیگه اسمش رو گفتیم که نتونی حرف بزنی. من خواهش کردم از سینا که اسمش رو دروغ بگه که اگه یک درس امکان داشتش که مثلا متوجه شی این اتفاق نیفته. اصلا فکر نکردم من شایع باشم. نه شایع دوست دختر داره. آره دیگه این کارو خراب کرد.
کار میکنه؟ من جاکش. خودت یه توضیحی بده آره راجع به کارت دقیق، چون اونجا نخواستیم بگی. من اینجوری هم که ویدیوهای فان برای اینستاگرام تولید میکنم و به عنوان تأسیس کننده فوش توی اینستاگرام اومدم اینجا و خیلی مؤدب حرف میزنم، این عجیبه واقعا. خب این مقواه رو نگه داریم، میخوام با این لایک و دیسلایک به دوربین نشون بدیم که دوباره با هم دیگه میرین دیت یا نه، به دوربین نشون بدیم که دوباره میرید با هم دیت یا نه با این لایک و دیسلایک. مرسی بچم، خیلی شکرم، خیلی خوشحال شدم که دیدمتون. همچنین خلاصه که مرغب خودتون باشین. مرسی که دعوت کردین بچم، امیدوارم از دیدن این اپیزود لذت برده باشین. تا اپیزود بعدی، چکرم.